مهمان این برنامه پایش یکی از مشهورترین اقتصاددانان ایران است. مسعود نیلی 58 سال پیش در همدان به دنیا آمد. پدرش کارمند بانک ملی بود. وی از دانشگاه صنعتی شریف مهندسی سازه دارد و در سال 1375 از دانشگاه منچستر دکترای اقتصاد دریافت کرده است. دکتر نیلی در اواخر دهه 70 معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بود و در تهیه برنامه سود توسعه نقش اصلی داشت. تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سال 1382 از دیگر فعالیت‌های دکتر مسعود نیلی است. مهمان امشب پایش مدیر گروه اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف است و در محافل اقتصادی ایران یکی از مدافعان سرسخت اقتصاد آزاد محسوب می شود. آقای دکتر سلام، خیلی به پایش خوش آمدید. سلام، حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم. شما سال نظرسنجی امشب ما رو دیدین آقای دکتر؟ نه خیر. ما سالی امشب طرح کردیم با بینندگان، گفتیم که مهمترین اولویت از نظر شما برای انتخاب رئیس جمهور بعدی چیه؟ سابقه اجرایی که داشته، برنامه‌ای که ارائه می‌کنه و تیم کاری همراهش. به نظر شما کدومش مهم‌تره؟ حالا بذارید مردم نظر بدن. مردم نظرشون رو تا یه حدی دادن، میخواییم روش بحث کنیم. بله خیلی خوب. حالا میخواییم نتیجه رو ببینین. تا اینجا 152 هزار نفر گفتن برنامه، 73 هزار نفر گفتن سابقه، 45 هزار نفر گفتن همکاران. بله. شما چی میگین حالا؟ منم با همون در واقع برنامه. آقای دکتر الان صحبت برنامه میشه، مثلا هر کی مثلا این 2000 صفحه پاورپوینت و مطلب و اینا آماده کرده که مثلا برای تمام بشریت در طول تاریخ و آثار و قرون به درد میخوره. برنامه منظور اینجوریه یا اینکه برنامه مشخص، یا مثلا خیلی‌ها میگن که مثلا من این 50 تا کار رو انجام میدم، اینا برنامه‌های منه. برای همه چیز برنامه و اولویت و اینها دارن. این به نظر شما خوبه مثلا؟ این منظور شما از برنامه اینه؟ والا حالا فکر میکنم بیشتر به همین موضوع بپردازیم. بله. حالا راجع به این پس صحبت میکنم. ولی من خودم شخصا به سابقه رأی میدم. یعنی فکر میکنم که ببینیم طرف چند مرده حلاج بوده قبلا چیکار کرده، ببینیم چجوریه. بچه های ما تو استودیو خیلیشون میگفتن همکاراش، اینکه کیا باش کار میکنن، چون یه تیم علل، حالا چون با حزب درست درمون نداریم، یه تیم همراه رئیس جمهور. حالا اونا معلوم نیست، چون معمولا تا اینجا نامزد تا تو دوره‌های قبل تیم معرفی نمی‌کردن. این دور یه بوهایی میاد که بعضی کاندیداها میخوان بگن آقا حداقل وزرای کلیدی، رؤسای سازمان‌های اصلیمون کیان که به یک تیمی رای بدن. آیسمن دل، شما به کدوم رای میدین؟ بین این گزینه‌ها آخه همین بحثی که شما الان مطرح کردید این هست. حالا ما شاید امشب هم بتونیم یه ذره فرصت بکنیم در این صحبت بکنیم که برنامه، اگر قرار باشه که یکی بیاد یه برنامه‌هایی بده، برنامه‌های مثلا بگه آقا من به هر نفر نمیتونم انقدر نمیتونم اینجوری میکنم و نمیتونم به هر نفر دو تا ماشین میدم و نمیتونم، اینا صرفاً به برنامه نمیشه اتکا کردش. اگر ما مثلا حزب داشتیم یا گروه های حالا یک و دو سه به کدوم رای میدی؟ من نمیدونم موندم اصلا چی کار بکنم. ولی خب شخصا خودم سابقه رو یعنی اگر کسی اثبات کرده باشه که بتونه مثلا یه گروهی رو، یه جایی رو، یه سازمانی رو، یه مجموعه رو اداره کرده باشه تو این شرایط که حزب و اینا نیست. خیلی ممنون. حالا برنامه هم خب موضوع خیلی مهمیه، بالاخره طرف فکر کرده میخواد مملکت رو چجوری اداره کنه، ولی عموما اینا رو دیگران تهیه میکنن، یکی هم منتشر میکنه. ممکنه یه نفر یه برنامه، حتی بعضی وقتا یه دور هم از روش نخونده، خیلی وقتا اینجوریه. یه نفر ممکنه یه برنامه خیلی خوبی، یه کتابی رو برداره بیاره بگه این برنامه، ولی تا الان نتونسته. چون ما این تجربه رو داریم، مثلا حتی مثلا تو همین مواردی ما دیدیم مثلا یه اتفاقی میفته، سه روز بعد مثلا کتابش میاد بیرون، یا مثلا سه روز بعد 2000 صفحه پاورپوینت میاد بیرون. اینکه برنامه چیه؟ بله، و اونم حالا ماهیت چند میشه صحبت کرد. خیلی خوب آقای دکتر، ما یه چند تا اسلاید آماده کردیم که اصلا رابطه مشارکت سیاسی رو با در واقع اتفاقات اقتصادی جورایی بررسی کردیم، نظام‌های انتخاباتی مختلف رو یه بررسی کوتاهی کردیم. این اسلایدها رو به اتفاق شما ببینیم. خواهش می‌کنم شما هم اگر نکاتی داشتین رو اونها تکمیل بکنید، بعد وارد بحث جناب عالی بشیم. ما ببینیم رئیس جمهور آینده اصلا باید چی کار بکنه، کی باید باشه.
آقای اسفندیاری آماده است اسفندیارتون بعد. بله بسته ویژه این هفته اقتصاد سیاسی مشارکت سیاسی رو با هم مرور می‌کنیم. اول ارتباط سیاست و اقتصاد با هم یه مرور بکنیم که شهروندا چطوری ممکنه تأثیر بذاره بر حالا وضع زندگیشون، اینکه در سیاست نقشی که دارن. خب طبیعتاً اینها رأی میدن، دولت و مجلس رو طبیعتاً تعیین میکنن و دولت و مجلس هم میتونه منافع این سیاست‌های اقتصادی که دولت و مجلس اجرا میکنن به شهروندان برسه، ممکنه ضرر زیان هم برسه. بله ممکنه ضرر زیان هم برسه به هر حال. اما یه نکته‌ای که وجود داره، یه نظریه‌ای هست، نظریه عدم امکان آرو، که خلاصش اینو میگه که میگه که وقتی رأی دهندگان قرار باشه که بین بیش از دو اولویت یا معیار یا ترجیح مختلف انتخاب بکنن، هیچ سیستم رأی‌گیری وجود نداره که بتونه نظر و ترجیحات تمام افراد رو به درستی منتقل کنه. یعنی از نظر ریاضی ممکنه که توی انتخابات یا وضعیتی که بین دو اولویت یا دو تا معیار میخوان انتخاب بکنن، از نظر ریاضی ممکنه نتیجه قابل قبول و قابل دفاع و درستی نباشه. اما نکته‌ای هم که وجود داره اینه که هنوز هیچ سیستم و مکانیزم بهتری از این، یعنی از انتخابات، ما نداریم. بنابراین مشارکت عمومی رو ما میگیم کلید پیشرفته. نظریه کیفیت نهادهای سیاسی آسم‌اغلو و روبینسون، اینم نظریه جالبیه، میگه که اون چیزی که باعث انحطاط اقتصادی ملت‌ها میشه، یعنی باعث بیچارگی، بدبختی، کمپولی، فقر، این اتفاقات میشه، عوامل جغرافیایی و منابع و این چیزا نیست. به خاطر این نیست که مثلا نفتشون تموم بشه، مثلا انحطاط اقتصادشون به انحطاط دوچار بشه، یا به خاطر این نیست که مثلا سیل بیاد، نمیدونم کشورشون با مشکل مواجه بشه. چگونگی مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و اعتنای تصمیم گیران به نظرات مردمه. یعنی که دکتر این آسم‌اغلو یا عجم‌اغلو گفتین، نه این بحثش میشه یه خورده توضیح بدین؟ یعنی چون ما مثال هایی داریم، مثلا تایوان یا کشورهای دیگه ای که در واقع خیلی منابع آنچنانی ندارن ولی تونستن موفقیت‌های بزرگی رو، چون ذهنیت اینه که چون اینا جنگل مثلا ما خیلی داریم، معدن داریم، نفت داریم، پس چرا مثلا ما توسعه یافته نیستیم، رفاه آنچنانی نداریم، ولی مثلا کشورهایی هستن که هیچ کدوم اینا رو ندارن ولی خیلی هم رفاه دارن، توسعه دارن. بله. حالا یک عده ای از اقتصاددان‌ها هستن که جغرافیا رو بهش خیلی اهمیت میدن و مثلا میگن که اروپای غربی به خاطر آب و هوای مدیترانه‌ای بهترین شرایط رو برای رشد و توسعه داشته و در مقابل مثلا جاهایی که خیلی نزدیک به خط استوا هستن، مسائل دمای خیلی بالا و شرایط جغرافیایی نامساعد باعث این مسائل میشه. یه عده دیگه روی منابع طبیعی، برخورداری از منابع طبیعی میگن عامل انحطاط مردم میشه، برخورداری از این منابع باعث میشه کار نکنن، دنبال رانتجویی باشن، موارد دیگه. اون وقت یه عده میگن که نه، اون عامل اصلی که وجود داره اینا نیست و اون عاملی که هست در واقع کیفیت نهاد هاست و اینکه مردم تا چه اندازه مشارکت دارن در تصمیماتی که گرفته میشه و تا چه اندازه این مشارکت ها مبتنی بر آگاهی و مبتنی بر در واقع تسلطی است که به پیامدهای هر تصمیمی داره. این در واقع سیستم هایی که در اون مردم نقش واقعی و اساسی و نهادینه شده این. بله، در تعیین حاکمیت دارن، حاکمیت هم مجبوره که در مقابل مردم مسئولیت پذیر و حاکمیت در واقع برآمده از همونه. بله. و نهادهایی در جامعه شکل گرفته که عملا خواست مردم رو، یعنی مردم نوکر حاکمیت هستن، حاکمیت نوکر مردم. بله همینطور. بله، و اینکه مردم در تک تک برنامه‌ها و این، حالا تحقیقات دیگری صورت گرفته که ما اینجا باز دوباره مرور خواهیم کرد، استفاده درست از منابع اقتصادی در گروه اصلاح نهادی. نتیجه تحقیق نشون میده که اگه کیفیت نهادها کاملا مطلوب باشه، منظورمون از نهادها به زبان ساده بخوام بگم اینه که منظورمون نهاد مثلا سازمان و بنیاد و اداره و اینها نیستش، منظورمون اون قوانین و مقرراتیه که یک چارچوب شکل میده. مثلا توی فوتبال ما به زمین نمیگیم نهاد، به استادیوم نمیگیم نهاد. اون قوانینی که میگن زمین باید انقدر متری باشه، اگر توپ به دست بخور، دست با دست عمدی به توپ بزنید، مثلا این خطا حساب میشه، در این محوطه خطا بشه پنالتی، این چارچوب، اینو بهش میگیم نهاد. افزایش درآمد، میگه کیفیت نهادها خیلی مطلوب باشه، افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید میشه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش پیدا میکنه، وضع بهتر میشه. در غیر این صورت، یعنی اگه نهادها درست نباشه، درآمدهای نفتی صرف رانت جویی میشه، یعنی به بهبود اقتصادی کشور کمک
نخواهد کرد، که این پروژه کارشناسی ارشد بوده و استاد راهنما هم خود شما بودید دکتر. بله، حالا من اینجا الان یه دفعه جالب بود برام که حالا شما اینو بله توی تحقیقی از اینجا در اومده بود. یعنی در واقع میگه اگه نهادها مطلوب باشن افزایش درآمد نفتی، اگه نباشن رانتجویی، یعنی در واقع همه سعی میکنن به نهاد دولت نزدیک شن. یعنی هر چقدر شما به نهاد دولت و حاکمیت نزدیکتر شی بیشتر منتفع میشی، هر چی دور شی کمتر، و این خودش در واقع سرمنشأ فساد و مشکلات. یا اصلا ممکنه افزایش درآمد نفتی برعکس تولید رو همین هم باعث شده یه عده اینجوری فکر میکنن که وجود نفت کشور ما به جای نعمت نقمت یه بدبختیه. خود شما هم همینجوری فکر میکردید آقای دکتر؟ والا حالا نفت هم این که برخورداری از درآمدهای نفت اگر همراه با کیفیت ضعیف نهادها باشه، فی نفسه بد نیست، نوع برخورد باهاش بده. مثلا نروژ نفت هم داره، خیلی هم خوشبختیه، خیلی هم خوب پیشرفت کرده. حالا نروژ رو میگن اول صنعتی شده بعد نفت درست. اونجا کشف خود شده. شما تو کتاب اون استراتژی توسعه صنعتی یه فصلی داشتید که همین پرداختید به اینکه نفت در یه سری کشورها یا منابع اینچنینی باعث شده که مردم کار نکنن، بگن خب مثلا سهم ما رو باید از نفت بدن. یکی از وزرای سابق نفت یه اظهار نظری کرده بود، گفته بود که ما اگه نفت نداشتیم ژاپن نمی‌شدیم، می‌شدیم پاکستان و افغانستان. خب همین دیگه. بله، یعنی الان ممکنه، یعنی خیلی هم اینجوری نیست که فکر کنیم اگه پول نفت نداشتیم الان خیلی مثلا افغانستان هم نفت نداره، بله، کره جنوبی هم نداره، بله، ولی اون میشه هر دو تاش شد. بستگی برمیگرده به همون بحث قبلی، یعنی در واقع برمیگرده به اون که جغرافیا و منابع و اینها هم میتونه نعمت باشه هم میتونه نقمت باشه، بستگی داره که شما چقدر دانش و اراده و شعور استفاده داشته باشه. بله، و در نهایت می‌خوایم از این به این نتیجه برسیم که انتخابات و انتخابات درست راه مطمئن بهبود کیفیت‌های بهبود کیفیت نهادهای تصمیم گیره. یعنی این همین قوانین، فرض بکنید فوتبال رو چجوری گذاشته میشه توی یک کشور، توی اقتصاد کشور، رأی دادن مردم باعث میشه که یه دولت یا مجلس بیان و این قوانین و مقررات و نهادها رو ایجاد بکنن، اصلاح بکنن به شکلی که بهبود پیدا بکنه. برآیند انتخابات چه میتواند باشد؟ یه نظریه‌ای داریم، نظریه همگرایی هوتلینگ، که میگه که سیاستمدارا مثل تجار بخش خصوصی برنامه و سیاست‌های خودشونو در بازار انتخابات ارائه می‌کنن و رأی دهندگان با تمایل خودشونو برای خرید این کالاها اعلام می‌کنن. یعنی فرض بکنید که سیاستمدارا انگار این نظرات و آرایشون عین محصوله، عین یه ماشینه، عین یه وسیله است و اینو میان به بازار عرضه می‌کنن و اونجا مردم انتخاب میکنن که چی بهتره و چی بهتر نیست. همانطور که تو بازار در ارتقای کیفیت کالاها روند همگرا دارد، برنامه های نامزدها نیز به تدریج همگرا خواهد شد. تفاوت در جزئیات خواهد بود. مثلا یعنی چی؟ یعنی ببینید، مثلا الان تفاوت شرکت های خودروساز بزرگ دنیا دیگه به جزئی ترین چیزها رسیده. یعنی همشون دیگه به این نتیجه رسیدن که شیشه بالا بر باید برقی باشه، همه به این نتیجه رسیدن که مصرف سوخت مهمه، همه به این نتیجه رسیدن که ایمنی خیلی مهمه و خیلی چیزهای دیگه. یه تفاوت‌ها میشه توی جزئیات خیلی ظریف و ریز، چون همه تقریباً میدونن که مصرف کننده چی میخواد و بنابراین در بازار سیاست هم سیاستمداران تقریباً دیگه میدونن فقط که تو عالم سیاست یه تفاوت داره این، و اون اینه که وجود احزاب برای این اتفاق ضروریه. یعنی حزب نباشه، دانش و هدف‌ها و این برنامه‌ها متراکم نشه، این اتفاق نمیفته. هر بار یکی میاد یه حرفای عجیب غریبی میزنه، رای میاره. ولی اگه دنباله دار باشه، اتفاقا این برنامه های دکتر اونجا معنی میده، همین که شما گفتین. یعنی یه حزبی که 40 سال 50 سال قدمت داره وقتی برنامه میده معلومه که این کار است یا نه. ولی یه آدمی که یهو پیداش میشه یه برنامه میده، نمیتونین بگین که واقعا اصلا اینو خونده قبلا، نخونده، یکی دیگه براش نوشته. بله، بله. اگه اسلاید قبلو بیارید من توضیح بدم اینجا. ببینید، این که همگرا میشه، یه نکته جالبی که وجود داره اینه که شما می‌بینید تو خیلی از کشورهایی که سابقه انتخابات توشون زیاده، مشارکت مردم در انتخابات خیلی بالا نیست. بله. و این ناشی از همونه که بلکه مثلا تفاوت دو تا نامزد 5%. بله. بله. اون کسانی که تو حاشیه قرار می‌گیرن، بله، که از به روی کار آمدن یک حزبی متضرر میشن یا بله، منتفع میشن، اونا خیلی بسن. انگیزه دارن. درست. یه بخش بزرگی از مردم در هر صورت هر کسی که انتخاب خیلی براشون بشه فرقی نمیکنه. بله، همین هم هست که میبینید خیلی ها، حالا بعضی وقتا ما اینو به عنوان ضعف تلقی میکنیم، ولی حتی مثلا اسم وزرا و خیلی از اینا رو نمیدونن. بله. واقعا هم مهم نیست، مهم بلده. اینه که زندگیشون داره به نحو مناسبی میچرخه و در نتیجه
اون خیلی اهمیت نداره. میتونه یه جور جلوه همون همین همگرا شده، یعنی در واقع یه چیزهایی که در واقع به قول امروزی‌ها شده گفتمان غالب و اینها، مثلا هر رئیس جمهوری که بیاد یه سری چیزها رو مکلف رعایت کنه، نمیتونه یه دفعه بزنه زیر میز همه چی رو خراب کنه، یکی بگه من امنیت برقرار میکنم، یکی بگه من نمیکنم. اینجوری نیست، بیشتر برمیگرده به این که مثلا یک رئیس جمهوری مالیات رو میگه من 10% کم میکنم، اون یکی میگه من رفاه اجتماعی 10% زیاد میکنم. یا همونطور میتونه مفهوم سرمایه اجتماعی رو اینجا داشته باشه، مثلا اعتماد مردم به هم زیاده، یعنی اگر مثلا یه گروهی دارن میرن رای میدن، این گروه میدونن که تقریبا حاصل خرد جمعی جامعه است، اونها به چی دارن رای میدن. اینو توضیح دادیم. نه، نظریه رای میانه بلک و داونز میگه که انتخابات در نهایت میانه گراست، یعنی اونایی که خیلی تندرو باشن یا اونایی که خیلی کندرو باشن، دو سر طیف باشن، افراطی باشن، اونها معمولا رایشون کمه، خیلی طرفدار ندارن. بحث بعدی ایدئولوژی دهندگان و انتخابات. نظریه داونز و هوتلینگ میگه که نامزدی رای میاره که نزدیکترین وضعیت رو به میانه ایدئولوژیک رای دهندگان داشته باشه. یعنی احزاب و نامزدهایی که دور از ایدئولوژی مردم قرار دارن حذف میشن، یعنی برآیند کلی اون نظرات مردم رو هر چی نزدیکتر باشه ایدئولوژی غالب رای میاره. که ما مثلا در سالهای دهه 50 داشتیم که با وجود اینکه یه تلاش‌هایی هم می‌شد که حالا مردم رو با خودشون همراه بکنن به یه سمتی ببرن، اما چون اختلاف بین نظر ایدئولوژی اکثر مردم و اون برنامه‌ها خیلی زیاد بود، مردم مخالفت کردن و به هر حال اون سیستم رو کلاً حذف کردن. اما دام وعده‌های انتخاباتی و کشش قدرت رو بخوایم با هم مرور بکنیم، که هرچی اقتصاد متکی به یک منبع باشه، قدرت سیاسی اصطلاحاً بی‌کشش‌تره. یعنی چی؟ یعنی در جریان انتخابات بازی با منابع و دادن وعده‌های بزرگتر امکان جذب رأی و قدرت بیشتری رو برای نامزدها فراهم می‌کنه. یعنی اگر یک کشوری نفت داشته باشه توی بازی سیاسی یا جنگ قدرت، میان گروه‌ها و جریان‌ها هی سعی می‌کنن با این نفته بازی کنن، بگن آقا ما از درآمد نفت این کارو می‌کنیم، ما از درآمد نفت اینو به شما میدیم و اینها، که و این مشکل ایجاد میکنه دیگه. شانس رأی آوردنشون میره بالا. شانس رأی آوردنشون میره بالا. اصلا این انتظاریه که از طرف رأی دهندگان ایجاد میشود برای خود کسانی که میخوان در انتخابات به عنوان نامزد مطرح بشن. اما اینکه آیا رأی دهندگان به این بازی آگاهند، حالا اینکه اصلا این چه خطراتی هم میتونه داشته باشه رو با هم مرور خواهیم کرد. خطر عوام‌گرایی سیاسی اقتصادی پوپولیسم رو با هم بررسی بکنیم. پوپولیست ها در مقابل نخبگان میگن که ما در برابر نخبگان، آدمای باسوادتر، با فرهنگتر، اینها، ما طرف مردم رو میگیریم. اول ظهورشون توی سیستم مدرن، پوپولیست ها از سالهای خیلی دور و اینا بودن، ولی توی سیستم مدرن میگن که در قرن 19 توی آمریکا یه حزبی به نام حزب مردم درست شد که گفتن که ما میخوایم از کشاورزا دفاع بکنیم. حیات پوپولیستا به شکاف بین مردم وابسته است. شکاف بین یک گروه طیف، فرض بکنید که بگیم با سوادتر، الیت، خواص و اینها، و بین اینها با عوام بستگی داره، که حالا نسخه‌های مختلفی هم تو کشورهای مختلف دادن و ممکنه که خیلی اقتصادهای دنیا، خیلی کشورهای دنیا به خاطر این گونه شعارها یا در این گونه دوره‌ها آسیب‌های بسیار زیادی هم دیده شده، که حالا ما ذکر نام و اینها نمیبریم، نام نمیبریم، چیزی رو نمیگیم، ولی خود شما میتونید مرور بکنید. هیچ وقت هم موندگار نیستن، چون بعد از یک دوره‌های مشخصی مشخص میشه که خب به هر حال این شعارات مثلا با یه منابع مشخصی میان میگن که ما میخوایم همه فلان مشکلات رو حل بکنیم، طبیعتاً نمیشه. اما خطر عوام‌گرایی سیاسی اقتصادی چیه؟ اولا که حیات پوپولیست‌ها، یعنی کسایی که شعارهای توخالی میدن و میان سعی میکنن که به این شکاف دامن بزنن، به شکاف بین مردم وابسته است. اگه مردم با هم همگرا باشن، با هم اعتماد بالا داشته باشن، با هم مشارکت کامل در انجام کارها داشته باشن، در کشورهایی که اینجوری هستن پوپولیست‌ها رأی نمیارن. مثلا فرض بکنید اگر در یک کشوری مثل ژاپن یا یک کشوری مثل آلمان کسی بیاد بگه که من مثلا میخوام، فرض بکنید که همه نمیدونم فلان زمین ها رو یا فلان منابع معدنی رو بیام بین شما تقسیم کنم، نفری انقدر بهتون بدم، با این شرایط نمیدونم مثلا احتمال داره مثلا شانس رأی آوردن نداره. یا مثلا بیاد بگه من توی 4 سال مثلا درآمد سرانه شما رو دو برابر میکنم،
یعنی مردم میدونن که اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست، یا بگه من مثلا گردن ثروتمندا رو میشکونم پولشون رو بین فقرا تقسیم میکنم. برای همین مثلا توی کشورهایی که اونجوری همگرایی زیاده، مثلا میان برنامه اعلام میکنن ما تورم رو شاید 2% کاهش بدیم، بیکاری رو شاید 1% کاهش بدیم، نمیتونم خیلی برنامه از بین 10 تا یه دونه رو میگن، یعنی مثلا یهو 40 تا شاخص رو با هم دیگه یه دفعه خوب نمیکنه. در واقع بیشتر آمریکای لاتینه دیگه. بله. تو آمریکای لاتین این جریان پس زیاد بوده. بله. حزب یا فرد پوپولیست دائما به دنبال شکاف‌های جدید می‌گرده و در جوامع رانتی یا متکی به یک منبع، یعنی کشورهایی که مثلا وابسته به شکرن، وابسته به نمی‌دونم معادن مثلا زغال سنگن یا حالا هر چیزی نفت و اینها، با وعده توزیع رانت به کسب و ادامه قدرت می‌پردازه. به علت محدودیت منابع و ظرفیت مقطعی بهره‌گیری از شکاف، ناچار پس از صرف هر منبع به سراغ منابع دیگر می رود و به تدریج منابع اقتصادی را تباه می کند. یه اصطلاحی ما تو ادبیات عامیانه خودمون داریم میگیم کلاه نقی سر تقی، فکر میکنم یه همچین چیزی داریم که مثلا میاد میگه که مثلا من این منبع رو توزیع میکنم، بعد مثلا این تموم شد کفاف نمیده نمیشه، میگه خیلی خوب حالا مثلا این یکی رو هم توزیع میکنم، یعنی مثلا فرض کنیم حالا این یکی تموم شده یه منبع دیگر رو، یعنی دائم یا باید منابع جدید رو توزیع کنه و نابود کنه یا بره یه شکاف دیگه درست کنه. مثلا این دفعه بگه شکاف مثلا بین تحصیل کرده ها و بی سوادا، من طرف بی سوادا رو میگیرم، اون دفعه میگفت ثروتمندا و فقرا مثلا. یا مثلا شما فرض کنید یک گوجه فرنگی دارید بین 5 تا بچه میخواهید تقسیم کنید، خب بالاخره اینو به یکی میدید صدای اون یکی ها در میاد، بعد از این میگیرید میدید به اونا، حالا صدای این یکی ها دوباره در میاد و این روند رو همیشه ادامه داد دیگه، تا یه جایی میشه ادامه داد. ناچار پس از بهره گیری از هر شکاف به سمت تولید و باز تولید شکاف در انواع دیگر میرود و فضای اقتصاد سیاسی رو با شکاف و تنش های مستمر. پوپولیستا یک استراتژی خاصی هم دارن که اغلب هم همینطوره، میگن که مردم یادشون میره، یعنی در واقع وقتی شعارهای جدید میدن، به خصوص اگه شعارهای جدید عوام فریبانه تر از شعارهای قبلی باشه، واقعا هم همینجوره، مردم یادشون میره، یعنی خیلی یادشون نمیمونه، از این موضوع خیلی استفاده میکنن. اینجا نقش رسانه ها خیلی مهمه که اون وعده ها رو برجسته کنن، بگن آقا این بوده، مثلا شما در این تاریخ گفتی این، بعد گفتی این، الان گفتی این، حالا داری میگی این، یعنی ولی مردم به طور عموم خیلی این قابلیت جمع‌بندی رو ندارن. نکته دیگه‌ش اینه که تنش رو افزایش میدن به خاطر اینکه خب آخر حیات پوپولیستا در اینه که بالاخره اختلاف‌های زیادی وجود داشته باشه و در این اختلاف‌ها حیاتشون شکل می‌گیره. اما مسیرهای تاریخی دو درسه که در انقلاب اسلامی و پیش از انقلاب وجود داشته رو تو کشورمون یه مروری بکنیم، که قبل از انقلاب بیشتر معمولاً سیاست‌ها تاکید و شعاراش رو این بود که تأکید میکردن روی نمادهای ناسیونالیستی، ایران، نمیدونم فرهنگ 2500 ساله و اینها و توسعه، که حالا بعد از دوران پهلوی که داشت دیگه دید این شعارها جواب نمیده و مردم ناراضی هستن، اومد اینا رو تغییر داد و نمادهای ناسیونالیستی رو اومد با آزادی سعی کرد که پیوند بزنه. اما بعد از انقلاب تو دوران سازندگی رو مثلا بخوایم مثال بزنیم، ما اومدیم اسلام رو با توسعه اومدیم شعارهای ترکیب این دو تا عامل رو با هم کار کردیم، بعد تو دوران اصلاحات آزادی رو با اسلام پیوند زدیم و در دوران بعد از اصلاحات عدالت رو با اسلام پیوند زدیم. اما اینکه مسیر بعدی چه خواهد بود، یعنی شعار جدیدی توی این دو درسه چه شعارهای ترکیبی جدیدی ساخته خواهد شد رو باید ببینیم که چه خواهد شد. خیلی ممنون آقای اسفندیاری، متشکرم. همکاران ما با مردم گفتگو کردن، حرف مردم رو با هم بشنویم و ببینیم، بعد برگردیم صحبت‌های جذاب و شنیدنی آقای دکتر نیلی رو بشنویم. توقعت از رئیس جمهور آینده چیه؟ توقع خاصم از رئیس جمهور آینده اینه که خواسته مردم برآورده کنند، به داد مردم برسند. مردم مگه چیزی دارن گوش شنوا داشته باشن؟ توقع مردم دیگه زیاد از حد نیست که نتونن برآورده کنند. وقتی آقایی که فرض کنیم میخواد کاندیدای رئیس جمهور بشه شعار میده، باید واقعا شعارش که میده عمل کنه، عمل کنه. باید رئیس جمهور آینده یک کاری بکنه برای این ملت که کار برایش پیدا بکنه. توقعم فقط اینه که آسایش برای مردم باشه، وسایل ارزون باشه. اون آقایی که رئیس جمهور میشه واقعا اونم باید وقتی شعار میده شعارش هم عملی کنه، به مردم بفهمونه که
این کاری که ما انجام میدیم باید فردا بتونیم از پسش بر بیاییم. حالا همشون که میان یه نفر دیگه رئیس جمهور میشه، همشون که نمیتونه رئیس جمهور بشن دیگه، باید به نفع احسان شعارشون رو بدن در حدی باشه که مردم به طرف خودشون بکشن. ما انتظار از رئیس جمهور، این رئیس جمهور آیندمون داریم که واقعا به مملکت برسه. مهمترین ملاک شما برای انتخاب رئیس جمهور آینده چیست؟ 1. برنامه. 2. سابقه اجرایی. 3. گروه همکاران. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال فرمایید. خب ما همچنان منتظر دیدگاه های شما بینندگان عزیز هستیم. لطفاً به ما و بقیه هموطنان بگید که از نظر شما در انتخاب رئیس جمهور بعدی اولویت سابقه مهمتره، همکاران همراه رئیس جمهور بعدی مهمتره، یا داشتن برنامه‌ای برای 4 یا 8 سال آینده برای اداره کشور. طبیعیه که همه اینا مهمه، ولی می‌خوایم ببینیم از نظر شما کدوم یکی مهمتر از دوتای دیگه است. آقای دکتر در خدمت شما هستیم برای بینندگان ما، و ما بفرمایید که از نظر شما امروز سیمای اقتصاد ما و اقتصاد سیاسی ما چجوریه و مهمترین کاری که رئیس جمهور آینده باید بکنن نظر شما چی؟ خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که به طور کلی موقعی که انتخابات مسائلش مطرح میشه و معمولا از چند ماه قبل که موضوعاتش طرح میشه، فرصت خوبی فراهم میشه برای طرح مسائل اصلی که کشور باهاش مواجهه. هم شنونده بیشتر میشه و حساسیت ها بیشتر میشه، و همین که بالاخره فرصتی فراهم میشه برای یادگیری اجتماعی. یعنی جدای از اینی که بالاخره یه انتقالی صورت میگیره و دولتی تشکیل میشه، این گفتگوهایی که در میگیره و بحثایی که در میگیره خیلی میتونه سازنده باشه. منتها چیزی که شاید چه در این شرایطی که الان درش قرار داریم خیلی لازم باشه بهش بپردازیم، به عنوان یک خطری که ممکنه وجود داشته باشه، همیشه بوده، الان شاید بیشتر باشه، این است که میتونه مانع از این بشه که اون یادگیری اجتماعی شکل بگیره، اینه که انتخابات تبدیل به یک مزایده بزرگ بشه. یعنی اینکه هر کسی بیاد بگه که من الان، چون موضوع پرداخت به مردم یک مطلب فراگیری شده، یه مسابقه بیفته که بله مثلا بگه من 100,000 تومان میگه من انقدر بیشتر، بله بله، و بعد این خب اصلا همه توجهات رو دور میکنه، منحرف میکنه از مسائل اصلی. حتی ممکنه کم کم این ذهنیت تو مردم شکل بگیره که بایستیم ببینیم کی بیشتر میده و اونو انتخاب کنیم، که همون مزایده همونه دیگه. بله، یعنی اینکه شما مزایده وقتی برگزار میکنید همینه که هر کسی قیمت بیشتر داد به اون میفروشه. غافل از این که اولا منابع دولت به شدت محدوده، دومی که به فرض که نامحدود باشه آیا منطقیه که اصلا این کارو بکنه؟ بعد اون وقت این تصور به تدریج به وجود میاد که اصلا کار دولت همینه، یعنی اون نقش و رسالتی که دولت باید داشته باشه فراموش میشه و این جایگزینش میشه. بنابراین به نظر من یکی از مسائل خیلی مهم اینه که رسانه ها هم که بیشتر میتونن نقش ایفا بکنند، و به خصوص حالا شما میتونید خیلی تو این زمینه مؤثر باشید، اینه که مسائل رو منتقل بکنیم به این که واقعا موضوعات اصلی کشور چیه، الان مشکلات ما چیه، و مسائل پیش رو، آنچه که در دولت آینده در چند سال آینده مسائل اصلی خواهد بود، اونا چی هست، و در واقع مسائلی که رئیس جمهور آینده بایستی به حل اونها بپردازه اونا چیا هستن، که اون وقت اون مسئله برنامه که صحبت کردیم اینجا موضوعیت پیدا میکنه که آیا همین یه چیز مثلا 2,000-3,000 صفحه‌ایه، یا اینکه نه
یه فهرست خیلی محدودی باید باشه از مهمترین مسائل کشور و علاوه بر این یک عنصر مسلط باید حتی تو اون چند عامل محدود هم باید وجود داشته. یعنی وقتی همه چیز از نظر یه نفر اولویته، یعنی اون اصلا اولویت نداره اصلا. حالا این بنابراین مسئله‌ای که من میخوام بیشتر بهش بپردازم همینه که با این موضوع شروع کنیم که مهمترین مسائلی که فکر میکنم من خودم فکر میکنم که در واقع رئیس جمهور آینده میبایستی که به حل اونها بپردازه اونها چی هست؟ قبل از اینی که من یه فهرست 9 به اصطلاح عنصره هست که ذکر میکنم، قبل از اینکه اون رو بخوام بهش بپردازم، من خودم ارزیابیم این است که حالا با توجه به دوره‌های مختلفی که ما پشت سر گذاشتیم و دشواری‌هایی که داشتیم، زمان جنگ بوده که خب خیلی شرایط سختی داشتیم، سال‌های دهه 70، سال‌های 73 74 یادتونه بحران بدهی خارجی داشتیم، تورم بود، سال 77 قیمت نفت حدود 10 دلار بود. من فکر می‌کنم که دشوارترین دوره در واقع یه دولتی همین دولت بعده و خیلی خیلی هم به لحاظ تعدد مسائلی که باید بهش بپردازه، هم به لحاظ عمق هر کدوم از اون مسائل که حالا بهش اشاره میکنیم، مسائل خیلی مهمیه. حالا هرچه حساسیت اجتماعی و درک اجتماعی روی این موضوعات بیشتر بشه، طبیعتاً با عمق بهتری مردم میتونن انتخاب بکنن. بنابراین من فکر کردم اول یه فهرستی رو حالا اگر بود فهرست رو شما ارائه بکنید. نه تا عامل رو اینجا من ذکر کردم که البته اولویتی برای اینها من الان قائل نیستم، یعنی نمیخوام بگم شماره یک الان مهمترین مسئله است، ولی بعد من اون مسئله اصلی رو بهش اشاره یکم میکنم. سریع‌تر فقط آقای دکتر اگر ببینید، ما الان وضعیت بازار ارز چه به لحاظ تلاطم ارزی که ما داشتیم ظرف این مدت گذشته و نرخ‌های چنگانه، چه به لحاظ اینکه الان ما یه نظام چنگانه نرخ برابری داریم که خب یه دستاوردی بود که قبلا به دست آورده بودیم، الان ما مجدداً حداقل با این نظام سه نرخی مواجه هستیم که اینها اون تلاطم ارزی عدم قطعیت رو تو اقتصاد بیشتر میکنه، نظام چنگانه این نرخ برابری هم کارایی رو از بین میبره و رانتجویی و اینها رو اضافه میکنه. موضوع یارانه ها و اصلاح قیمت انرژی تردیدی درش نیست که خب مسئله چالشی دولت بعد حتما خواهد بود، چطور میخواد اجرا بکنه، با چه ترتیبی. موضوع بودجه الان همینطوری که میدونید هم در سال 91 هم الان سال 92 مسئله اصلی ما هست، کاهش قابل توجه حجم بودجه که اتفاق افتاد در سال 91 که یک انتخاب خیلی مهمی رو در مقابل هر دولتی برای بعد قرار داده که یا کمیت و کیفیت خدمات دولتی رو پایین بیاره یا کسری بودجه و تورم و مسائل دیگه به دنبالش باشه و یا اینکه به دنبال افزایش کارآمدی باشه. موضوع چهارم موضوع اینه که ما هنوز نتونستیم یه نظام تأمین مالی مناسبی رو برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد بکنیم. این که به اصطلاح به صورت غلط گفته میشه کمبود نقدینگی، در واقع منظور اینه که ارتباط بین بانک و بین بنگاه، حالا اقتصاد ما اقتصاد بانک محوره، ارتباط بین بانک و بین بنگاه نتونسته درست برقرار بشه. این مسائل معوقات و نقش بازار سرمایه هم تقریبا بازار سرمایه هم فراموش شده است و خیلی کوچیکه الان توی اقتصاد ما. موضوع شیوه اداره بنگاه اقتصادی که بالاخره تولید در بنگاه اقتصادی اتفاق میفته، مسئله محیط کسب و کار مرتب و مکرر مطرح شده، موضوع نحوه واگذاری های انجام شده و سیاست های کلی هست 44 که از مسائل بحث انگیزه که همچنان ادامه داره، موضوع محیط زیست همین بحث آلودگی هوا و زیست، مسائل زیست محیطی و موضوع به طور کلی تنگناهایی که ما به لازم منابع طبیعی داریم باش مواجه میشیم یک مسئله خیلی مهمه. موضوع تعامل با دنیا خب خیلی مسئله مهمیه که خواه نخواه در این 4 سال آینده به یک سرانجامی علل اصول باید برسه. موضوع تورم خب الان یک مسئله خیلی مهمیه، شاید آقای حیدری توجه داشته باشید به این موضوع که ما الان دیگه بالاترین تورم دنیا هستیم و این خب یه مسئله
خیلی مهمه. یعنی الان رتبه یک تورم جهانی. بله، ما الان 3 تا تورم بالای 20% داریم توی دنیا که الان ما بالای 30%ایم، بعدش ونزوئلا است و بعدش هم بلاروس. این الان 3 تا کشورن که اون دوتا 23% و 24%ن. و خب تورم میدونید مسئله اصلیش این است که با رکود هم نرخ علاوه بر این که اثر کاهنده روی تولید داره، دهک‌های پایین درآمدی بیشتر اذیت با دهک‌های بالای درآمدی حتی در شرایط تورم 18% 2.5% تا 3% نرخ تورم دهک اول بیش از دهک دهم بیش از دهک اول. یعنی الان تورم نقطه به نقطه فروردین که گفته شده بالای 40% آمار رسمی بانک مرکزیه، مثلا این در خانوارهای دهک‌های پایین 50% احساس میشه. مثلا 50% چقدر احساس میشه؟ مثلا فرض کنید 44-45% ولی برای اونها کمتر از 40%. بله. و حالا هرچی نرخ تورم میره بالا این فاصله بیشتر میشه. حالا این 8 تا مسئله رو میگیم ما رکود تورمی داریم. همینطوره. بله. ببینید این 8 تا موضوع رو من فکر میکنم یک اجماع و اتفاق نظری روش وجود داره. خیلی احتیاج به این نداره که ما بخوایم اینا رو توضیح زیادی بدیم. اما موضوع نهم که موضوع اشتغاله، به نظر من که مهمترین موضوع هم هستش که در چند سال آینده ما باید آماری که مرکز آمار داده بود و ما امشب نشون دادیم 2.9 میلیون بود. بله، حالا من همینو یک کمی توضیح بیشتر میدم خدمتتون. از این جهت که اگر ما بگیم خیلی خوب، ما هر کس که میخواد الان نامزد انتخابات بشه دیگه اختلاف نظر روی صورت مسئله نباشه، اختلاف نظر روی راه حل ها باشه. مثلا هفته یه ساعت مثلا اشتغال محسوب میشه یا یه اشتغال حالا کامل. اگر که ما بگیم این فهرستی که اینجا ما داریم فهرست مورد اجماع تلقی بشه، اون وقت میشه این سوال رو مطرح کرد که توی این 9 تا عامل مسلط چیه؟ یعنی چه کدامی که از این 9 تا هست که مهمترین بایستی باشه و بعد همه متمرکز بشن روی حل اون. که من حالا روی موضوع نهم، یعنی در واقع موضوع اشتغال رو میخوام توضیح بدم، یعنی همه اونا اثرشون رو روی این نشون بدن و این مهمترین مسئله نه تنها اقتصادی بلکه به نظر من سیاسی. مثل نبض آدم که وقتی درست میزنه نشون میده بقیه سیستم رو داره درست کار میکنه. یعنی آمار اشتغال اگر درست تعریف بشه و درست تهیه بشه، یعنی هم آمار، یعنی تعریفمون درست باشه، هم روشمون در تهیه درست باشه، میتونیم قضاوت کنیم که بقیه اون 8 تا دارن درست کار میکنن. بله. که حالا اون موضوع تعامل با دنیا یک محوری خودش در این مسئله و نتیجه مجموعه رو بایستی روی موضوع اشتغال. حالا ما همه اسلاید ها رو هم تو این برنامه هم برنامه های قبل میذاریم رو سایت برنامه که بیننده ها برن اونجا ببینن اگر خواستن تفصیلیشو ببینن. فقط یکم تندتر آقای دکتر که ما یه مخلط. افزایش قابل توجهی همینطوری که میدونید دهه 60 توی جمعیتمون اتفاق افتاد که افزایش 10 سال جمعیت ما الان 10 میلیونه و اون فاصله ما 16 میلیون به جمعیتمون اضافه شد که این باعث شد که مسائل زیادی رو ما از نظر تغذیه کودک، بعدش مدرسه بقیه مسائل، اون حلقه آخر این اشتغاله، یعنی این به سن اشتغال که میرسن که این جمعیتی که در دهه نیمه اول دهه 60 متولد شدن، سرشماری سال 85 اینا جمعیت 20 تا 24 سال بودن، سرشماری سال 95 که انجام بشه جمعیت 30 تا 34 سال ما رو تشکیل میده. مسئله که شاید این نمودار خیلی مهم باشه که من ذکر بکنم این است که اینجا من میزان اشتغال سالانه رو تو دهه های مختلف ذکر کردم که حالا به طور اجمال شما میبینید یه روند نسبتا صعودی رو داشته. بله. که ما در فاصله سالهای مثلا 1365 به بعد 419,000، بعد 295,000، بعد 485,000، بعد نزدیک 700,000 سالانه شغل در فاصله سالهای همون برنامه سوم میشه. بله. عملا تو اقتصاد ما ایجاد شده، یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده، این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده. عجب. یعنی شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم، این عدد منفی میشه.
اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14,000 نفر سالانه، که خب عدد یعنی هیچی ناشید، یعنی هیچی. حالا این درست در زمانی این اتفاق افتاده که ما اون موج جمعیتی دقیقا رسیده بوده به مرحله‌ای که نیاز به کار داشته. ولی عجیبه آقای دکتر، ما تو همین بیکاری بیشترین درآمدهای نفتی رو هم داشتیم. بله، حالا یعنی برمیگرده به همون همین مسئله. بله، ما آقای حیدری، من حالا یه سلاید آخرشه ولی الان همینجا خدمتتون بگم، از سال 1338 تا سال 1390 به قیمت‌های ثابت سال 90 2800 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور داشت. بله. نرخ ثابت 90. 90. بله. چون شما مثلا 6 میلیارد دلار سال مثلا 36 مثلا امروز ارزش امروزش مثلا بوده 40 تا مثلا. بله بله. حالا 1000 میلیارد دلار این سال‌های 1338 تا 1356 که متوسطش میشه تقریبا 30 میلیارد دلار. بله. بعد فاصله سال‌های 1357 تا 1367 550 میلیارد دلار تقریبا داشتیم. بله. 1368 تا 1383 در مجموع 16 سال 550 میلیارد دلار تقریبا دارم میگم داشتیم. درسته. در فاصله 1384 تا 1390 750 میلیارد دلار. این معنیش یعنی این بیش که از دو برابر، نه نزدیک 2.5 برابر کل 16 ساله. بله بله. که اون وقت این معنیش این است که درآمد سالانه ارزی ما در این فاصله 107 میلیارد دلار بوده، توی اون سالهای قبل مثلا 40 و خورده ای 30 و خورده ای و اینها بود. بنابراین ما یه زمانی داشتیم که منابع خوبی در اختیار کشور بوده، نیروی جوان ما هم به سنی رسیده بوده که میتونسته کار بکنه، شغل برای این ایجاد نشده، تحصیل کردن بوده، تحصیل کردن بوده. بله. حالا شما اینجا، من حالا فرصت نیست، ببینید این روند کاهنده شغل ما تو اشتغال زنان بله. عمدتا اتفاق افتاده. حالا من دیگه زیاد وقت اونا نمیذارم، اینا رو شما بله. توضیح دادید، ما میذاریم رو سایت بعدم بله. بیننده ها برن ببینن. من فقط میخواستم اینو بگم بله. اون بیکاری زیادی که الان همکار شما هم بله. اشاره کردن، در زنان 40 خورده ای درصد بله. در مردان جوان 20 خورده ای درصد، در کنار اینکه درآمد حاصل از شغل خانوارهای ما، یعنی خانوارهای مزد و حقوق بگیر، اوجش سال 85 بوده، بعد روند نزولی پیدا کرد. درست. این باعث شده که یه عده زیادی ورودشون رو به بازار کار به تعویق بیاندازن و وارد آموزش عالی بشن. و این روندی که شما ملاحظه میکنید که ما از 340 هزار نفر سال 70 به بیش از 4 میلیون دانشجو رسیدیم، این معنیش اینه که ما در سالهای آینده با انبوهی از ورود به بازار کار مواجه خواهیم. حالا بیکاران تحصیل کرده. بیکاران تحصیل کرده. که من فقط برای اینکه یه تصویر کلی اینجا خدمت شما ارائه بکنم، این اسلاید پایانی تلقی بله. میشه، اینه که یه عکسی از وضعیت جمعیت و اشتغال و بقیه چیزا در سال 1390. ببینید حدود 75 میلیون نفر جمعیت کشور بله. بوده، 63 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت در سن کار بوده. این جمعیت در سن کار به دو دسته تقسیم میشن، 40 میلیون نفر نیومدن تو بازار کار، 23 میلیون خورده ای وارد بازار کار شدن. از اون 23 خورده ای، همین که الان گفتن 2.9 میلیون، 2.8 میلیون، نزدیک 2.9 بیکار، 20 میلیون و 500 هزار نفر شاغل هستن. بله. این طرف این 40 میلیون نفر، 5 میلیون و 368 هزار نفر تحصیلات عالی، حالا این حدود دیدید اونجا 4 میلیون و 200 هزار تا 4 میلیون و 300 هزار دانشجو هم، 1 میلیون هم تحصیل کرده ای که خانم خانه‌داری چیزی بوده که نیومده تو کار. این قسمت رو شما اگر این دو قسمت رو با هم در نظر بگیرید، یعنی جمعیت بیکار به اضافه جمعیت تحصیل کرده، اینا میشن حدود 8 میلیون نفر. بله. ما به طور بالقوه 8 میلیون نفر در سالهای آینده میتونن وارد بازار کار بشن. بله. که این 5 میلیون و حدود 400 هزار نفر، 2 میلیون و 400 هزار نفرش مرد هستن که اونا حتما وارد بازار کار میشن. بله. در نتیجه میخوام بگم که سوال کلیدی اینه که رئیس جمهور بعدی به طور مشخص با مسئله باید بگه که چه برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال برای نفر داره، متا اشتغال مولد سازنده، نه اینکه مثلا وامی توضیح بشه که اینا حالا حالا این ببینید نکته ای که اینجا وجود داره اینه که
ما هر تلاشی هم که بکنیم مطمئنا نمیتونیم کل این جمعیت رو شغل براشون ایجاد بکنیم. بنابراین یه سوال اینه که حد اکثر شغلی که میشه ایجاد کرد با درآمد چقدره؟ سوال بعدی اینه که با بقیه میخوایم چه کار بکنیم؟ چون اقتصاد ما در تمام تاریخ گذشته خودش هیچ وقت با مسئله‌ای به این بزرگی و در این ابعاد روبرو نبوده و این مسئله‌ای که سالهای آینده باید بهش پرداخته بشه. این سوال اصلیه که اون هشت مسئله دیگه به نظر من کاملا تحت شعاع این موضوع قرار میگیرن که چطوری. خیلی ممنون آقای دکتر.